من یک اتفاقی افتاد، یه مهمون داشتیم دو روز پیش بود، درسته؟ دو روز پیش مهمون داشتیم که یک سری بحثایی شد، یه سری ادعاهایی شد. منم هر موقع درخواست سند کردم، مثل که هم مهمانمون هم خیلی تو لایف چت گفت به نظرشون رسید که دیگه من شروع شد در آوردم دیگه، میگن که قد سند میخوام، سند میخوام. میگم من بدونه که اثباتی سندی نمیتونم باور کنم، میتونه حرف شما درست باشه میتونه نباشه، ولی من نمیتونم باور کنم. یه دلیلایی که خیلی ها آوردن که چرا حرفشون درسته حتی بدون داشتن سند، این بود که میگفتن که ببین این چیزی رو که ما مشاهده میکنیم، آرمین تو اگه دلیلش این نباشه که ما میگیم پس دلیلش چیه؟ خب مثالش هم این بود که اتفاقی هم که داشت میفته موضوع همین بی بی سی پرژن بود. خب که مثلا این روش ها یه کاری بی بی سی پرژن انجام میده که هم من دوست ندارم، هم بیننده، هم کسایی که تو لایف چت بودن دوست نداشتن، هم مهمونمون دوست نداشت. خب یعنی این در این موضوع با هم مشکل نداشتیم. خیلی عجیب بود چون هر موقع من میگفتم خب من دلیلش رو نمیدونم، بعد میگفتن آرمین تو داری از بی بی سی پرژن دفاع میکنی. من میگم نه، منم چیزی رو که شما میبینید منم میبینم و منم دوست ندارم. خب ولی اینکه دلیلی که شما میدین رو من نمیدونم درسته یا نه، چون شما سندی براش ندارید. دلیلش هم گفتن که به خاطر اینکه بی بی سی پرژن داره از جمهوری اسلامی دفاع میکنه. خب من میگم خب میتونه اینجوری باشه میتونه اینجوری نباشه، من دلایل مختلف میتونه باشه. خب ولی اینا میگن که نه، دلیل دیگه ما بگوار مینه اگه میتونه دلیل دیگه باشه دلیلش چیه. خب من نمیدونم. بعد جالبه که نتیجه گیری که میکنن میگن چون دلیلی ما دلیلش نمیدونیم پس دلیلی که ما میگیم حتما درسته. خب من گفتم اینجوری که نمیشه نتیجه گیری کرد، برای اینکه اگه قرار باشه اینجوری نتیجه گیری بکنیم خب ما بیام خدا باورم بشیم دیگه. خب برای اینکه خیلی از این خدا باورام هم همینجوری نتیجه گیری میکنن، میان میگن که فلان اتفاق تو طبیعت میفته و ما دلیلش رو نمیدونیم و هیچ کم دلیلش الان نمیدونه. خب و به این دلیل شما میدونین چرا ما میگیم نه نمیدونیم چرا، میگه خب پس خدا هست دیگه، چون شما دلیلش نمیدونین، ما دلیلی که ما میدونیم و باید شما قبول کنیم. خب برای مثال مثلا یه چیزی که خیلی معروفه بابک، تو قوانین ریاضی از کجا اومده؟ مثلا اصول ریاضی بابک میدونی از کجا اومده؟ من دقیقا منظورتو نمیدونم چیه که قوانین، چرا مثلا این قوانین ریاضی، خب چه چیزی تعیین کرده که قوانین ریاضی این باشه که هست؟ هیچ کسی اینو نمیدونه الان. خب دقیقا من نمیدونه، فکر میکنم هیچ کسی اینو نمیدونه. خب اصلا اصول منطق، منطق فکر کردن رو نمیگم، من منطق اصول منطقی رو میگم که همه قوانین ریاضی و همه چی و فیزیک و اینو بر اساس اونه. خب اصول اولیه منطق، منطق همون که مثلا اگه A مساوی با B باشه، B مساوی با C باشه، A هم مساوی با C باید. خب اینا از کجا آمده؟ اینا چه چیزی اینو تعیین کرده؟ هیچ کسی اینو نمیدونه. خب خدا باورم میگن شما نمیدونین دلیلش چیه؟ خب پس ما میگیم دلیلش چیه؟ ما میگیم خدا بوده، خدا اینو قوانین تعیین کرده، اینم اثبات وجود خدا. چون شما براش دلیل ندارین باید دلیل ما رو قبول کنین، درسته؟ یعنی که مثلا خیلی چیز دیگه تو طبیعت هست اتفاق افتاده. مثلا بابا چرا مثلا چرا الکترون بار منفی داره؟ خب داره ذاتش دیگه. ها؟ خب داره چون ذاتش همینه. چرا بار منفیش نصف این که هست نیست؟ چرا دو برابر این که هست نیست؟ چرا همه الکترون ها بار منفیشون اندازه همه؟ چرا بعضیشون نصف بار منفیشون نصف بقیهشون نیست؟ اینا رو هیچ کی نمیدونه. هیچ کی اینا رو نمیدونه. خب آیا این نادانی ما دلیل میشه که کسی که هر کسی دلیل آورد بدونه بگه خب من میگم پس ببین من میگم که خب شما نمیدونین، من میگم خدا بوده، من میگم خب سند بده برای خدا، اثبات کن که خدا بوده. میگه خب اثبات وجود خدای من اینه که شما هیچ دلیل دیگه ندارین برای اینکه اینا از کجا اومده، پس دلیل من رو باید قبول کنین. خب این مغلطه هست، این مغلطه خیلی معروفی هم هست، بهش میگن توسل به نادانی. خب ما برای همین میخوایم امروز با این مغلطه آشنا شیم. خب من یه لینک هم میذارم اگه کسی خواست بیاد بالا.
این مغلطه هست اسمش توسل به نادانی. خب حالا من برای اینکه سوتی بدم حسابی فارسی میخونم برای شما، چون نمیدونم فارسیم ضعیفه، یه سوتی بدم مردم اینجا خوششون میاد. توسل به نادانی یا توسل به جهل که انگلیسیش میشه appeal to ignorance، حالا من لاتینش رو نمیتونم بخونم ولی انگلیسیش میشه appeal to ignorance. خب مغالطه ای است که در آن شخص ادعا می کند که یک گزاره درست است به این دلیل که نقیص آن ثابت نشده است. از نظر منطق هر قضیه در گام نخست نه درست است و نه نادرست و در گام دوم باید درستی یا نادرستی آن تعیین شود. بی اطلاعی درباره درستی یک گزاره نمی تواند درستی نقیص آن را نتیجه دهد. ممکن است مغالطه‌گر در توسل به نادانی از دلیل‌های پنهان استفاده کند، مانند اینکه چیزی که دلیل‌های کافی درباره‌اش وجود ندارد نادرست است، یا اگر دلیل‌های کافی برای اثبات قضیه‌ای وجود نداشته باشد قضیه دیگری درست انگاشته می‌شود. دو تا مثال اینم چیزشه، فرمشه، الگوی منطقی این مغلطه. X صحیح هست چون نمیتوان ثابت کرد که X اشتباه هست. خب یا اینکه X اشتباه هست چون نمیتوان ثابت کرد X صحیح هست. این به عبارت دیگه یه جور دیگه گفتن این که بار اثبات بر باید رو دوش کسی باشه که داره ادعا میکنه. خب بار اثبات نمیتونی بیا بگم که بابک من میگم درست فلان چیز، من یه ادعای اکس رو میکنم. خب بعد بابک میاد میگه که خب ادعای اکس دلیلش چیه، من بگم که خب تو بگو که چرا غلطه. این که نمیشه که. خب کسی که ادعا میکنه بار اثبات رو دوش کسی که داره ادعا میکنه. خب اگه قرار بود اینجوری باشه که هر ادعایی رو میشه که هر ادعایی رو که نمیشدی کسی بیاد عکسش رو اثبات بکنه، ما باید بیم قبول کنیم که خب اینجوری خدا را میتونیم اینجوری اثبات بکنیم اگه قرار بودی همچین ادعاهایی رو کنیم. دقیقا به همین صورتی که اثبات میکنن خود روحانیون. دقیقا. ببینید چند تا مثال اینجا هست. این خیلی استفاده، این اتفاق خیلی روش داره. مثال دومش، فلان شخص دزد است زیرا مدرکی برای دزد نبودن خودش ارائه نکرده است. خب آره این خیلی معروفه این مثالش. خب اینجوری همه ما دزد میشیم. خب مثلا فرض کن دوست دخترت بیاد بگی که تو به من خیانت کردی. خب آها این بیا مثال بهترین مثال، دوست دخترت بیاد بگی که تو به من خیانت کردی، بعد بگی من نکردم، بعد بگی که خب اثبات کن نکردی. خب چجوری آها برای کسایی که خدا باور هستن اتفاقا یک روش جواب خوب برای کسایی که مثلا یه همچین ادعاهایی میکنن، مثلا فرض که یه نفر میاد میگه که من به خدا اعتقاد دارم، خب مثلا میگم خب خدات کیه؟ میگه خدام اللهه. مثلا خب من میگم من به خدا اعتقاد ندارم. خب بعد میام میگه خب اثبات بکن که خدای من وجود نداره. بعد میگم خب من نمیدونم چجوری اثبات کنم که خدا وجود نداره. خب تو بیا به من اثبات بکن که خدای مسیحی ها وجود نداره که من یاد بگیرم چجوری اثبات بکنم که یه خدا وجود نداره. تو اگه تونستی همه خداهای دیگر اثبات بکنی که وجود نداره که من یاد بگیرم، همون روشی که استفاده میکنی که اثبات بکنی خداهای دیگه وجود نداره، من میام همون روش برای خدای تو استفاده میکنم. و در صورتی که اصلا همچین انتظاری خیلی بی خوده. خب کسی که ادعا میکنه خدا هست اون باید بیا ثابت بکنه که خدا وجود داره، نه کسی که ببینیم یه چیزی هم که مردم متوجه نمیشن، فرق باور نکردن و ادعای غلط بودنشه. خب این دوتا کاملا فرق داره. خب شما اگه یه کسی بیاد بگه من ادعا میکنم اکس، من میگم خب شما بیا اثبات بکن که اکس درست، بعد بگه خب من اثبات نمیتونم بکنم. من اگه بگم خب پس من باور نمی کنم ادعای اکسو، معنیش این نیست که دارم ادعا می کنم که اکس غلطه یا اکس درست نیست، معنیش اینه که من دارم
withhold judgment میکنم، یعنی باورمو باور نمیکنم. خب معنیش نیست که میگم که غلطه یا درست نیست، معنیش اینه که ممکنه باشه ممکنه نباشه. خب ولی تا وقت میمونم. نه نه 50 50 نه. خب برای اینکه حتی اگه یه نفر بگه که 50 50 یه چیزی هست، برای اینکه بتونه یه چیز 50 50 هم باشه باید بیاد اثبات بکنه که 50 50ه. خب مثلا یه کسی بیاد بگه که من ادعا میکنم خدا هست و من میگم خب اثباتت کجاست، بعد بگه من اثبات به من اثبات نده، این معنیش این نیست که 50 50ه. خب به خاطر اینکه تعداد ادعاهایی که من میتونم بکنم بدون اثبات بی‌نهایته. خب برای همین اتفاقا احتمال هر کدوم از اینا باید میشه یک روی بی‌نهایت، بدون اثبات یعنی یک روی بی‌نهایت میشه تقریبا همون اپسیلون یا صفر. خب اگه یه چیزی احتمالش 50 50 باشه، اتفاقا اون خودش اثبات لازم داره که 50 50ه، ولی بدون اثبات خیلی چیزا. اگه مثلا تو دنیا اگه نقص مثلا همه مدلایی باشه که ما میشناسیم از دنیا نزدیک صفره، اگه نباشه مثلا زیر 50 درصد معمولا. آره میزه خنده. آره خب اینو ما یاد گرفتیم امروز که دیگه کسی توسل به نادانی، توسل به نادانی اینو برین استفاده کنید. خب آره خب امروز کسی بالا نمیخواد بیاد مسیح خیلی بزرگه واقعا. چی؟ میگم این دنیای مغلطه ها خودش دنیای بزرگیه. آره آره اینا رو یاد بگیریم خیلی خوب میشه. یه چیز دیگه هم بگم بابا، خیلی از کسا من دیدم این USF میگه خیلی خوب بود. چه خوب. ببین من به نظرم خیلی از ماها نتیجه گیری هایی که میکنیم بر اساس چیزی که میخوایم باشه، خب و قبیله‌ای که توش هستیم. خب یعنی ما میایم مثلا نگاه میکنیم که مثلا من تو کدوم قبیله هستم. خب من الان تو قبیله بی خدایان هستم و تو قبیله براندازا هستم. خب و من میام نگاه میکنم تو قبیله من، اکثر کسایی که تو قبیله من هستن میگن که مثلا بی بی سی پرژن کاملا انگیزش مثلا طرفداری از جمهوری اسلامیه. خب حالا این ممکنه درست باشه یا نباشه، یا هست یا نیست. من نمیگم هست نمیگم نیست، من میگم برای اینکه بتونم باور کنم باید سند ببینم. نمیگم نیست ها، میگم نمیدونم. ولی به نظرم خیلی از ماها میایم نگاه میکنیم میگیم ببین من برای اینکه تو این قبیله هستم که اکثرا این اعتقادا دارن، برای اینکه هم رنگ بشم با قبیلم و قبیله من منو قبول بکنه به عنوان یک عضو با ارزش، باید نظرمو با قبیله خودم هم رنگ کنم. خب و نتیجه گیریامو اینجوری میکنم. برای همینه که خیلی موقع ها ببین برای همین باید مراقب باشی، اگه دیدی اکثر نظرات با قبیلت یکی یکی بود، همش یه شکل بود و اختلاف نظر نداشتی با اعضای قبیلت، باید با خودت بگی که خب من احتمالا دارم قبیله گرایی میکنم به جای اینکه خودم بیام مستقل یکی اینا رو تحلیل بکنم. خب اینم یه نکته است که باید به نظر من حواسمون باشه. آره و اینا همه اینا من به خودم هم میگم، یعنی منظورم این نیست که من اینطوری انجام میدم. بالاخره هممون این نقص رو داریم، هممون احتیاج داریم که گروهی که بهش تعلق داریم احساس بکنیم که ما رو قبول کنه. برای همین بعضی از موقع هم سخته، یعنی من وقتی که سعی میکنم که خودم حواسم باشه که قبیله گرا نباشم، کلی برای همین خیلی ها تو قبیله علیه من قیام میکنن و باعث میشه که کلی دوست و طرفدار و اینا رو از دست بدم. ولی خب مهمه که آدم حواسش باشه که دنبال رفق، البته همه لازم نیست این کارو بکنن، ولی خب من خودم خیلی ترجیح میدم حواسم باشه که دنبال رو نباشم. من دنبال رو اسلام نبودم، خب یعنی هیچ قبیله جدیدی هم که توش عضو بشم قرار نیست که کورکورانه حرف بقیه رو دنبال کنم. خب یه مشکل دیگه هم که داریم بابک، حالا من زیاد صحبت کردم، تو اگه نظری داری بگو.
نه بگو، چون من همین الان مهمان هفته دیگه مال گفتاوردمون پیغام داد، دارم جواب اونو میدم. منو ببخش، من چون وای داره هم کار میکنه هم آره، من اینو جواب بدم حتما بعد میگردم بهتون. یه چیز دیگه من بگم، به نظرم یه مشکل دیگه که خیلی دیدم داریم اینه که خیلی سیاسفید فکر میکنیم. خب ما یه کسایی بود که اومده بودن توی همین لایف چت میگفتن که کره شمالی، ایران الان وضعیت مردم از کره شمالی هم بدتره. یعنی باید، من نمیگم که حالا مهمه که بدتر نیست، انقدر بد هست وضعیت تو ایران که لازم نیست بدترین باشه که ما بتونیم فعالیت بکنیم علیه جمهوری اسلامی به خاطر تمام فاجعه هایی که باعث شدن. خب ولی ببین شما به کجا رسیدید که چیزی که یعنی نمیتونه یک چیزی به شدت بد باشه. اگه شما دارین بهش میجنگین باید حتما بدترین باشه، لازمه که بدترین باشه، مگر نه نمیدونم شما چرا. برای اینکه احساس میکنم که یا به خاطر تجربه های شخصی خیلی بدیه که مردم با جمهوری اسلامی داشتن، نمیتونن اصلا تصور بکنن که چیزی بدتری هست، یا اینکه به خاطر اینکه خیلی میخوان که اهمیت کاری که دارن میکنن بیشتر باشه. برای اینکه اگه چیزی که باهاش دارن میجنگن بدترین چیز تو جهان نباشه، انگار باعث میشه که اهمیت کارشون بیاد پایین. شاید، من نمیدونم دلیلش این باشه. خب ولی خب به غیر از ببین بر اساس آمارهای مختلف معلومه که جمهوری اسلامی از کره شمالی بدتر نیست، فقط تو یک آمار اونم بدتره، اونم سرانه اعدامش هست، یعنی تعداد نسبت به جمعیت ایران از هر کشوری تو جهان بیشتر اعدام میکنه. ولی از هر لحاظ دیگه ای، مثلا آزادی بیان، گرسنگی، فقر، شکنجه، کره شمالی از ایران بدتره. یعنی آیا این واقعا یه چیزیه که مردم، یعنی شکی هست توش؟ کسی اینو نمیدونه؟ یعنی اینو باید سر اینم نمیدونه، یعنی باید موافق، یعنی اگه شما اینو قبول ندارین معنیش اینه که واقعا به خاطر دشمنیتون، دشمنی به حقتون با جمهوری اسلامی، ولی دیگه کورتون کرده.